با درودهای فراوان به هشتمین برنامه ورزش خوش اومدید. انسان برای شکست ساخته نشده. انسان رو میتونن از بین ببرن اما نمیتونن او رو شکست بدن. تا کنون خوندن این جمله از کتاب پیرمرد و دریای همینگوی همیشه به من روحیه تازه میبخشید. شرح کشمکش پیرمرد سخت کوش با عناصر سرکش طبیعت و البته دشواری های زندگی به عنوان یک خصلت شریف انسانی. اما حالا مبارزه جانانه یک دختر 19 یا 20 سالی ژاپنی نماد این گفته شده که انسان برای شکست ساخته نشده. او در یک دوی امدادی در ژاپن شرکت کرده بود و آخرین دونده‌ای بود که باید اون وسیله همراهش رو به عنوان چوب امدادی به نفر بعدی تحویل میداد. در پیچ در واقع نزدیک به پایان خط که باید میومد و این وسیله رو میداد به اون دونده دیگه که او ادامه بده، ناگهان به زمین خورد و قسمتی از پاش به شدت صدمه دید. گفتم پاش شکسته. اما او نومید نشد، چهار دست و پا تا پایان خط پیش رفت و اون وسیله رو داد به دونده دیگری که البته داشت اشک می‌ریخت. خوب بود این ویدیوی این دختر واقعا قهرمان ژاپنی رو آدم‌های نومید و مایوس می‌دیدن و باز هم می‌دیدن. البته سپاس از دوست و همکارم محمد رضا شاهید که این ویدیوی جالب رو روی صفحه فیسبوکش منتشر کرده بود. اما میایم یه مقدار از این مسائل بیرون، میپردازیم به دیپلماسی ورزشی که گخهای دشمنی بین دولت‌ها رو آب میکنه. نقش ورزش به جز فعالیت‌های بدنی برای سلامت یا تفریح و سرگرمی فراتر رفته، این نقشش کارکردهای بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مهمتر از اونها سیاسی پیدا کرده. جهانی شدن ورزش باعث شده که کشورها به رقابت‌های ورزشی برای پیشبرد منافع اقتصادی سیاسی هم توجه کنند. همینه که میگن مفهوم دیپلماسی ورزشی. یادتون هست در دهه 1970 برای نخستین بار این دیپلماسی ورزش با صدای پینگ پونگ شنیده شد بین تیم ایالات متحده آمریکا و چینی ها. دیپلماسی برای ایجاد صلح و بهبود روابط بین المللی کاریه که در هفته گذشته با حضور تیم های ورزشی جودو و ژیمناستیک اسرائیل به کشورهای قطر و امارات و عمان اتفاق افتاد. در این مسابقه های بین المللی جایزه بزرگ ابوظبی که به حال جودوکارای 62 کشور از جمله ایران که با 3 جودوکار شرکت کرده بود، جودوکارای اسرائیل هم شرکت داشتند. در حضور وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل خانم میری رگر، یک قهرمان اسرائیلی به هر حال در سطوح نخست قرار گرفت. برای نخستین بار سرود ملی اسرائیل در یک کشور عرب خلیج فارس نواخته شد. تلویزیون اسرائیل صحنه‌های از این رویداد و نشون میداد و اشک‌های خانم میری رگف رو در زمان پخش سرود ملی اسرائیل. 6 مرد و 5 زن جودوکار در این مسابقه بین‌المللی جایزه بزرگ ابوظبی رقابت کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که میهمان سلطان قابوس پادشاه عمان بود، در پیامی برای ورزشکاران اسرائیلی در ابوظبی گفت افتخار بزرگی برای ما حاصل شد. سرود ملی ما برای نخستین بار در ابوظبی پخش شد. همزمان با مسابقات جودو و نواخته شدن سرود ملی اسرائیل در ابوظبی، تیم ژیمناستیک مردان و زنان این کشور هم برای حضور در مسابقات بین‌المللی ژیمناستیک وارد امارات شدند. دیپلماسی ورزشی نتیجه داده. وزیر خارجه عمان اعلام کرده که زمان پذیرش اسرائیل در منطقه فرا رسیده. به هر حال اینا به نظر من رویدادهای خوبیه که باید در این منطقه اتفاق بیفته. یه مقدار از این تنش سیاسی که واقعا این منطقه رو سالهاست گرفته کم بشه. حالا
به هر حال دیگه باید از مسائل سیاسی بیایم بیرون. صدای زنان ورزشکار ایران با وجود محدودیت هایی که در این 40 سال واقعا ایجاد شده همچنان شنیده میشه. تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال دختران ایران با اون لباس های دست و پاگیر خودشون در قهرمانی آسیا سنگاپور رو 70-53 شکست دادن، با وجود بازی خوب برابر هند شکست خوردن و سومین دیدار برابر تیم گوام رو هم برنده شد. ورزش زنان ایران به نظر من ریشه دارتر از اونه که با محدودیت های 40 ساله از میان بره، چون در کشور ما به ورزش زنان به حال خیلی میبینیم که توجه نمیشه و حرفی گفته نمیشه، تصویری نشون داده نمیشه. من به خاطر تجربیات چندین سالم در ورزش ایران در تلویزیون ملی ایران میخوام در این برنامه تحلیلی که در هفته 2 بار پخش میشه صدای زنان ورزشکار ایران کنونی و نسل پیشتاز رو به هر حال از این طریق بشنوونم، یعنی پخش کنم و همه بشنوند. در برنامه بعدی یکی از همین پیشتازان پر افتخار رو معرفی میکنیم و صداش رو میشنویم. اما توماس توخل مربی آلمانی پاریس سن ژرمن نشان داد که با نظم و ترتیب در تیمش شوخی نمیکنه. در دیدار یک شنبه که بسیار مهم بود بین مارسی و پاریس سن ژرمن، دو تیمی که به هر حال دشمنی دیرینه دارن، حالا دربی کلاسیک هر چی میشه گفت بین دو تیم و تماشاگران افراطیشون، توماس توخل پس از اینکه دو بازیکن کلیدیش کیلیان امباپه و رابیو 20 دقیقه با تأخیر وارد شدن، اونها رو در بازی شرکت نداد. در این بازی بسیار حساس روی نیمکت نشوند. تنها در دقیقه 60 بود که امباپه رو به زمین آورد و او 3 دقیقه و 20 ثانیه بعد با زدن گل چهره بازی رو که بدون گل تا اون موقع بود تغییر داد. پاریس 2-3 پیروز شد. امباپه بهترین بازیکن این بازی معرفی شد و پاریس سن ژرمن حالا با مربی واقعا منضبط و دیسیپلین دانش 11 پیروزی در 11 بازی لیگ به دست آورده، بهترین نتیجه در همین رقابت‌های 5 لیگ مهم اروپا. با رکورد باشگاه تاتنهام 1960-61 مساوی کرده. من فکر می‌کنم روزهای خیلی بهتری با این مربی در انتظار پاریس سن ژرمن هست. اما یک مربی به هر حال این شانس رو نداشت، آقای خومن لوپدگی که به طور رسمی از کارش برکنار شد، اون هم بعد از 4.5 ماه که فقط روی این نیمکت رئال مادرید بود. در اون بازی کلاسیکو روز یک شنبه واقعا بارسلون توانست این قهرمان 3 ساله اروپا رو له بکنه. رهبری رئال مادرید خیلی زود تصمیم گرفت که لوپدگی رو برکنار کنه. اطلاعیه لوپدگی تشکر از باشگاه و هواداران و اعلامیه باشگاه رئال مادرید که گفت این تفاوت زیادی است بین باشگاهی که 8 بازیکن در فهرست نامزدهای توپ طلا داره و نتایج به دست اومده تا امروز. به هر حال روزنامه مارکا هوادار رئال صبح سه‌شنبه نوشت این یک اعلامیه شرم‌آوره. بحران واقعا در داخل تیم کاسابلانکا، این واقعا اسمی که برای این تیم کهکشانی گذاشتن، همچنان وجود داره. به پایان این برنامه ورزشی تحلیلی رسیدیم. در برنامه بعدی به تحلیل آماری البته میان پرسپولیس و رقیب ژاپنیش کاشیما آنترز می‌پردازیم که در فینال لیگ قهرمانان امسال با هم روبرو می‌شوند و من خیلی دوست دارم که اگر نظریه‌ای دارید برای ما بنویسید در شبکه‌های اجتماعی یا به هر حال نشانه‌هایی که همین تلویزیون ما ایران فردا داره. با ما باشید، با امید دیدارتون.